الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران إسلامي و برادران ایمانی، همتون به خانه خدا خوش آمده. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مردم نسبت یکدیگر مثل کانی طلا و نقره هستند. مردم نسبت یکدیگر مثل چیان گفتن؟ کانی طلا و نقره. شما هم طلا را میدونید، چه هم نقره را. امروز بهترین سودای دنیا میخواین که مردم نسبت یکدیگر مثل کانی طلا و نقره باشند. اصحاب پرسیدن که چگونه ای فرستاده خدا صلوات الله ربی و سلام؟ جناب پیغمبر گفتند که خیارهم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام. بهترین اونها در زمان جاهلیت و پیش از اسلام و بهترین آنها در زمان اسلام کیا هستند؟ عالما. کانی طلا و نقره کی بوده؟ عالما. مردم نسبت یکدیگر باید رنگ کانی طلا و نقره باشند. کدام وقت نسبت یکدیگر کانی طلا میشوند؟ علم داشته باشند. یک مرتبه فکر کنین، از همین آدمی به علم چی میگیریم؟ همین سوال داریم خود به خودمون. ای همین آدمی به علم چی میگیریم؟ ما در تمام دور و زمان در دولت هایی که به اسلام باور ندارن، انا همون علماشون هم رنگ طلا هستند. فرق نداره کجایی ده که نباشه، علم رنگ طلا و نقره بوده. باید پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را میگن که مردم نسبت یکدیگر باید رنگ کانی طلا باشن، کانی نقره باشن، با آن شرطه که آنها عالم باشند. اگر علم نسبت یکدیگری من داشتگی باشیم، یک مراتبه مقصد شما فکر کنه که ما کانی طلا و نقره‌ایم. برادرای عزیز، از انسان به علم هیچی گرفته نمی شود، از انسان بدمست هیچی گرفته نمی شود، از انسان نفس پرست هیچی گرفته نمی شود، از انسانی که اخلاق و تمیز و ادراک نداره، ایوه ما چه خیل طلا گیریم و از اون ما چه خیل نقره گیریم. برای همین ما باید رنگ طلا و نقره باشیم که مردم ما را جستجو کنه. از کان ما، از همون کان ما یک سنگریزه هم باشه، برای خودش گیره و چیکار کنه؟ استفاده بره. یک سنگریزم که باش، از همون گیره چیکار کنه برادران؟ استفاده بره. همین میگن که آسیاب انسان در آمد به گرد نمی برایه. آسیاب کلانه، لیکن انسان می درایه یک گرد میگیره میبرایه بدنشتا. انسانی که قطعی یک دانشمند میشینه کجای ده نباشه، از وی چی گیره، از وی یک چی آموزه، از وی چی گیره. زیرا که عالم ها این کان طلا هستند، کان نقره هستند. اونها میشینند، میگن، صحبت میکنند، هر یک گپی اونها را تانی اگر نوشته زیاد کنه، نمیتانی عقلا یک گپی خوبشانه گیره. انا همین حالت ما نسبت یکدیگر مون چی میشیم؟ طلا و نقره. انا همین مقصد اسلام که ما را طلایی کنه.
انا همیه مقصد اسلام ما را نقرگی کنه، انا همیه مقصد اسلام ما را ارزش دهی، نه که افسوس افسوس نمیتین ارزش، افسوس ما به سوی ارزش نمیریم، افسوس ما به سوی بلندی مقام و مرتبه خودمان نمیریم، ما خودمان خودمان را پس میکنیم، ما خودمان خودمان را ناامید میکنیم، ما خودمان خودمان را به ارزش میکنیم. باید ما ارزش داشته باشیم. الله جل و علا شانه از آیه رقم 228 از آیه رقم 228 سوره بقره تا 242 سوره بقره درباره چی میگه میزنه برادرو؟ درباره خانواده. در 14 آیت الله جل و علا شانه ما و شما را به سوی خانواده گپ میزنه. یکی از مسئله های خانواده امروز سر میشه، ما نسبت عده گفتیم، طلاق و مسائل طلاق امروز ما رسیدیم در مسئله عده. ما در 14 آیتی که پی هم میبیان ما درباره چی گپ میزنیم؟ درباره مسائل های شخصی یا درباره فقه خانواده. ما درباره عده گپ زدیم، درباره عده گفتیم، چند روز است ما درباره طلاق گپ میزنیم، درباره مسئله های طلاق بحث میکنیم. اکنون 14 آیه پی هم درباره خانواده گپ میزنیم که باید خانواده مسلمان چخلی خانواده باشه. یکی از دیگر مسائل همین است که ما در همین 14 آیه که برای خانواده گپ میزنه در 12 تای همین کلمه چی داریم برادرو؟ معروف. 14 آیه برای طلاق گپ میزنه، 12 تای همین ده کلمه معروف اومده گیه. کلمه چی اومده گیه؟ معروف. معنی معروف در این آیه مبارکه چی بوده برادرها؟ به معنی چی میومده؟ نیکی. برای اون که طلاق یگانه مسائلی هست که اولاد به اولاد دشمن میکنه، اجداد به اجداد دشمن میکنه، بین یکدیگری ده تخم کینه میکاره. اما خدا در 14 آیه نمیاره، 12 تا همینه کلمه چی میبیاره؟ مردکو میگه شما قص نگیری با زنکو را غمتی، زنکو شما قص نگیری مردکو را غمتی، کوشش نه که جدا شده با معروف جدا شوی. با چه جدا شوی؟ با معروف. در اینجا قرآن میگه نستعیذ بالله و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، و برای اون زنها مثل شما هست، ای زنها ای مردها مثل شما هستن، امینا هم اونها قد شما با نیکی زندگی کنه. اون آزادی هایی که اونها پیش از نکاح داشتن شما گمان نکنه که بعدی نکاح و یا اکم آزادی رای دست میتین. چی با تو من میکنه که به اتش قد زیارت نکنه؟ وای زیارت پدر واجبات ایمون های تو چی من میکنی که به مادرش قد گب نزنه؟ اوگه یگون مراتبه من اینجا یکی از حقایی که هست و بعولتهن احق بردهن، یک حقی که در انا همینجا مردکا دارن در نسبت طلاق، یک حق بزرگیشون همین بدهی. ای زنکا مردکا حق دارن که در وقت ایده از هیچ کس نپرسیده بیان شما رو خبر گیرن. این حق نداره که من خسر خشتمانش پرسه، این حق نداره. میگه برای اینکه حق خدا داده گه که تا سه حیزه این مرد نپرسیده میبوی زن چه خبر میگیره، نفقه میتیه نصیحت میکنه میروه. این حق هیچ کس نداده، میگه خدا داده این حق برای مردکو. میبوی میگه مصلحت میکنه، صحبت میکنه، میروه زن شای میگه. فقط منفعت ایجاد منع شده گه. منفعت چی را میگن؟ علاقه جنسی. و زنش قدی گپ میزنه در مدت ایده، و زنش قدی مصلحت میکنه، کودکاش خبر میگیره. بعد ایده تمام شدن اگر کودک دار باشه، یگان انسان او را من کرده نمیتونه، از حق پدری که حولی نداره. فای اومده فرزنداش هم میبینه کی من کرده میگه ایره.
برای همین خدا میگه در 12 جای مسائل اویلوی که معروف نکی کنه، شوخی نکنه. چی با شوخی نکنه؟ برای اون که پگه جوابگری داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی که پدری را از فرزند محروم میکنه بنابر سبب شدن طلاق و جدایی، خداوند این طایفه انسان لعنت میکنه. هیچ کس حق نداره. امروز نفقه را میگیرن، یاردم را میگیرن، اما پدر را نمیمونن که به فرزند نزدیک شوه. این مادرها هم گناه دارن، در اینجا خوشتامان هم گناه دارن. خدا مغفرتشان کنه، خدا بخششان، بس کنن این اعمال های پستی رزیل نفس پرستی را، بس کنن این بد اخلاقی ها اسلام دوره. در کجای اسلام آمده که زن وقتی تو سر میتهی سه ماه و ده روزش ایده ده توی سر میکنی یا مرده که نمیمونی اطراف تاب خرا. چندین ماجراها را ما دیدیم. بچارا ها میبین خبرگیری همه را میزنن سر میکنن، جنجال و خرخشه ها میخیزن، از اسلام دورن، فقه خانواده را نمیدانن. الله جل و علا شانه میگه و یا میگه حق دارن. شما گمون نکنه که اونها همون حقی را که پیش ای نکاح داشتن شما بعد نکاح او را رد میکنه یا میگه تو دیگه حقوق نداری. نه، یکی از حقای شما مردک و انامینه در مسئله بعد نکاح که شما حق داری نپرسیده از یکان که زن تان قدی صحبت کنه. شما حق داری نپرسیده از یکان که در وقت ایده رو زن تان خبر گیره. شما حق داری نپرسیده زن تان بیاره در خانه خودتان ایده شیرانه، ایده رو در خانه خودتان شینه، نفقه رو در خانه خودتان بخره. هیچ کس نپرسیده حق داره که فرزند خودتان یاردم کنه. در یاردم کردن نفقه فرزند ما حق نداریم از کسی اجازت گیریم، و واجبات ایمان مونه. نفقه عیال و زن و فرزند دادن فرضه، تو حق نداری تا 18 ساله گیرم. وقتی که خداوند کلمه معروف میگه در 12 آیه ای که در 14 پی هم اومده گه که نکی کنه، نکی کنه. چرا؟ برای که اکثریت طلاقای ما به غضب های جنگ میشه، خرخشه میشه، تقاق خوش میشه، امک خوش میشه، باور کنی رئیس محله خوش میشه، همه جنجال و خرخشه میشه، اکثریت همونا گناه میگیرن، لعنت میشه، حقارت میشه، دیگه همه گناه میگیرن. خدا میگه آخه این خیلی نیست. الطلاق مرتان ولی میبیاید آیت آینده، اگر دویون بار شما طلاق داده او تصریح و بی احسان، اگر جداش کرده شما جداش نه نمیگه. آخه به نیکی جداش، او چی جنگ میکنه؟ او چی خرخشه میکنه شما؟ او چی در کوره این و آن آوردن نمیفورتون زندگی؟ آخه نکاحی شما با جنگ توی کنه اگه بده شما؟ او چی به تویاتون به خرسنده میکنه جداییاتون جنگ میشه؟ از اسلام دوره میگه، در فقه خانواده از اسلام خیلی دوره. چی به از اسلام دوره شما؟ چرا میگه از اسلام دور می انسان دور میشوه؟ برای نمیدونه. آدم وقتی که ندونیست اسلام دور میشوه. خداوند میگه جهنم کیا میروان؟ جاهلا، نادانا. کی میرفته دوزخ؟ نادان. اما دانایی که دانه و دوزخ روه، دوزخ تیوه او اون نادان 700 مراتبه وزبین تره. برای که بدبخت میدونیست. همین یک آدم همین کار دانه و کنه گناهش وزبینه یا ندانه و کنه گناهش وزبینه. هر کسی دانه که زنا حرامه، زنا میکنه، در همه حالت ایمان از بدنش میبره. او ایمان نداره، وقت موره به ایمانه. اما ندانه و نکنه ایمان از بدن نمیبره. وقتی نمیدونست که این حرامه، مرتکب گناه شدگی های، همون ایمان ضعیف شدگی های، نکه برامدگی نیست. اما دانه و کنه ایمان، پیغمبر خدا گفت از بدنش میبرن که سایه بالای سرش نمیسته تا رحمت خدا میبیاد. گفت با میدرو نباشه نمیدرو مده. بعد از رسول اکرم دوام بشته گفتن که لیس له نور الایمان، ای آدم ها نور ایمان ندارن، با قلعه کنن میکنن موار کنیده، با اینا قلعه کنن میکنن. وقتی که زنها دا خدا میگه اون معروفه که مثل شما هم حقشان، یکی از حقای زنکا از مردکا پایان بده، کدام حق بده؟ حقش همین بده که مردک نپرسیده هیچ کار زنش خبر میگرفته، نکه زنک چیکار میکنه پرسیده میره گنجا. این همی که فرقیت داره میگه.
امروز همه جا در صدا بلند میکنن که حقوق زن و مرد باید یک جایه باشه. اوخی حقوق زن و مرد که یک جایه باشه گپ درست، این در یک اونجا وجود نداره. حتی در همون کشورهایی که میگن که آزادی زن و مرد باید برابر باشه، این آزادی زن و مرد برابر بودن که مطلق میدونه، این احمقیه. این چیه برادرای عزیز؟ این احمقیه. برای چی احمقیه؟ برای اون که اسلام میگه که برای زنها چی شرط های میگه؟ یکم عاطفه چیه؟ آخی او قشقه میگیره کارتوشکرم ایده حق میکنه پا پخر ممخر بابا اومد گزی دکتا اوتا میتونه میکوره کرده. او میتونه که ماما و پاپا میگه زبونی مادری میگه مورا کلان میکنه اوتا همون میکنه نمینه. خدا میگه که مردها زنها را عاطفه دادم که خانه در چار زانه شینن بشینن تسبیح زنن برای شما شعری نر به دنیا بیارن. کدامش خوبه؟ این خوبه یا برای در بین ده کسی دیگه دنبه زنه که تماشا کنه؟ این نمیفهمن خدا زده این آخی. نخواست زنی مسلمان رانی پاشه تماشا کنن، نخواست زنی مسلمان دنبهشه تماشا کنن، نخو خواهر و زنی ما رو سینه‌ش تماشا کنن. میگه وای عاطفه داره. عاطفه چیه؟ او پاپا و ماما گفته و او کودک او میدونه چل کلان کنه. کدام پدر دیده که فرزندش خاک مالیده، اسمه و سرمه مالیده، مقصد دیگه هم سفیده مالیده که اگونش رسمانه شوه، کی میکنه کارا را؟ او چه میکنه؟ هم خیلی هست؟ خلطچی پودینه کش موندگی، خلطچی نمکه کش موندگی، تا روز بیچاره در دستش گاورای میجمونه ما را کلان میکنه. این عاطفه میگم. اسلام میگه زن عاطفه داره. حقیقه پامال نکنه، سریوه سیله کنه و مادری فرزندوی شما های ایقا جوان مرده کی زویده و همه این های دومانی اوچه به دنیا آمده گیه. اسلام میگه که زنها عاطفه دارن. عاطفه معنی چه برادرای عزیز؟ یگان بزرگ ما نمیدونیم که اوچش کوچگرد باشه. ما یگان بزرگ اوچش غش نداریم. کسی در دنیا به دنیا آمدگی از دامن مادری به دنیا آمدگی بزرگ شده که مادری و یا خانشین بود یا شب زنده دار بود یا عاطفه داشت یا فقط کاری خدا را میکرد یا خدمت دین ده بود یا خدمت مسجد بود یا خدمت کلیسا ده. در تمام دنیا کسی را میشناسه؟ ما آچه را نداریم که یوبکا پوش و آچه را نداریم که ما عریان بود و سرش کلته بود استریچکه داشت و عالم زایه. ما نداریم خیلی آچه در کجا داریم؟ اسلام میگه عاطفه میگه این زنکو رو حرمت کنی. وای دختر 18 سال کلان میکنه در تو میبرو در بغل تو میمونه تو تا پیری شوی رنگ گل کلان کنه که سرش سیله که وای کلان کرده در تو سپوری دای از همه رتبه بلند رتبه برای زن برادرای عزیز برای زن در تاریخ در تمام دنیا رتبه میتیان. اسلام قرآن سنت تمام برنامه هاش خطی بلندترین رتبه برای زن چی را قائله؟ مادری شایسته بدنه. مادر درکار نیست زنه که بافنده، مادر درکار نیست زنه که فابریکا کار کن، مادر زنه اگه درکار نیست زنه که کم سمال و پیانیر، مادری شایسته درکاره که ابوبکر و عمر و عثمان و علی زویا، فردوسی و جامی زویا، سعدی و حافظ زویا، صلاح الدین ایوبی و خیلی مادر زویا، جوان مرد زویا، مدن خیلی مدر در کاره. اسلام میگه بلندترین رتبه در قرآن برای کیه میگه؟ برای مادری شایسته بودن. هر کسی که جوان مردی زوره و اوچش زوره، کسی در این دنیا آدمی زوره که دانه که اوچش زوره، اوچه و خشلو کلان کرده گیه، کسی رزیله پسته او شیری پسته ایم اوچه خورده گیه. هیچ همین روباه در آزادی روباه های شیر در دری پنجران خونه ستا شیر ایخی. همین زوپرگ میرن مگر رفتیم شیر بینیم، همین درونی قفص هم قوقاش گیروندگی نگو کرده ساده، اما روبا ها در جنگل هم بینیم بعد بخم دموش چو خردگی میگیرزه فقط.
برای همین برادرای عزیز علامت شیر مادر ای این گپای من است گپای اسلام ای بخدا قسم زنا عاطفان اینا میدونن که چه گودک کلان کنم برای همین اسلام میگه که تا 18 سالگی را قاضی را که زنک دکیته گودکارا در زنک گودکارا دکیته زنک محتاج به اوچه بسیار تر به خدا میگم همین یک سال گوده محتاج به کیه دو سال سه سال چهار سال همین کسی را اگر یک خیمچک زنن اوچه گفته گیرم که اوتا گفته ما محتاج به اوچه میکوده که برای میگه که اسلام که مادر دته مردکا سر داده جدا شده نفقه ایالاتون برده کودکاتون ته نگاه کنه تا اینکه فرزندای شما رو به وای رسانن وقتی که اونها فراست پیدا کردن عقل پیدا کردن عرف یمینه عن شماله یک روایت چپ ایراس فرق کردن شوری رای ترشی فرق کردن میگه با دوباره قاضی ده مراجعت کنه و به اختیار قاضی اختیار قدیم میگه و یا پدر دتیان یا مادر دتیان میگه با دستم کودکو کسی انتخاب کنه قشان فقه حضرت امام ابو حنیفه دن با اجازه دستم کودک بده کلان میشده بیده بچه هم قطعی اوچد میست یا قطعی اوتد کسی را انتخاب کنه با روه قطعی همو بگذار مادرش قطعی هم روه نکه وی فرزندی ما یخی باید پیش ما بیاید وقتی که ما در 14 آیت 12 جاشت کلمه معروف داریم برادرها کسی به کسی طلاق میشه باید جنگ نکنه خرخش نکنه به خوبی جدا شو بره میگه به خوبی یک دیگر تا دوست داره به خوبی یک دیگر تا احترام کنه ولی رجال علیهن درجه خدا میگه نه که مردا رو میگه در بعضی جو ما یک درجه بلند کردیم یکی از مسائل چی های برای زن یکی از مسائل برای همین زن درجهش همین ای مرد یک درجه پسته که زن ها حامله دار میشن مرد ها نمیشه مرد حامله دار میشه اه نمیشه زن که وقتی حامله دار کشه یه درجه پایان تره او را احتیاط میکنی او را حرمت میکنی او فرزندی تره به دنیا میبیاره او باید شکر کنه که از تو صاحب فرزند شده او باید شکر کنه که از تو صاحب مادری شایسته شده ولی یک مقصد بسیار زن های به توفیق هم داریم 4-5 تا میز دایه خوب های وقتی ایشو جدا شد بعد یک عمر کمبوتی شورا میگه آخی به این صاف او 4 تا فرزند دا ای کی گرفتی تو چوه برو را فکر نمیکنی و تو شکر نمیکنی که همون سبب شد من مادر شدم یا تو حضرت مریم که به شوهر میسونه که تولد میکنی وای حضرت مریم معجزه الهی بود که عیسی را زاید مادرها باید شکر کنن ایشوا شینن دو رکعت دعا کنن زنه آمد حضور امام ابو حنیفه هیچ شوهر جا تنقید کردن پیش موامه بیایان حالی بسم الله را سر نکرد فقط تنقید میکنن نمیسی نگو میکنه حیران میشه در زمان هم حضرتان بوده میگه و میگه و میگه و میگه و میگه میگه با سر دو دگه یا گرفتگه تولی میگه نه قدیم زندگی داره بعضا میخنده میگه قدیم زندگی داره با هم کمبوتی هاشو گفته استی گفتم بله گفتم یک سوال دارم حضرت چون اسلام فقط میگه که شوهر حرمت کنی شوهر حرمت کنی شوهر حرمت کنی فقط یه طرف میکشه مردگرویی و میگه چند تا شوهر بچه داری گفتم 4 تا گفتم تو یه مرد حرمت میکنی اسلام 4 مرد دیگر رو غلامت کرده معنی چه فهمیده خیام چند بچه داری؟ گفته 4 تا گفته تو خانه باید یه تشه حرمت کن 4 تا برای تو غلام هن ای کی گرفتی 4 غلام هن؟ همه غلام اوچا هستیم یعنی راست شگوه سرش در میکنه همینجا دویدم اون میخیزیم تیاریم چکار کنیم حتی که اگر باشه دیل و گرده همون رو کنده میتیم که تو زنده مونی اخی نمیفهمن زنکا که ما اوتر حرمت کنیم به اوتی همین حرمت کنیم که من دا اخی جوان مرد ای چور جوان مرد بعد از او حضرت میگه خدا ترا یک در حرمت کردی خدا دا تو 4 تا غلام داده که تا ترا حرمت نکنن بهیشت برای اینو حرام های تو میفهمی چکو کرد ایزم بعد از او میگه و بکا گیریا کرد که راست میگی این زنای به انصافی ما غم میتین اوتارا فکر نمیکنن که 6 تا 7 تا تولد کرده 6 تا 7 تا غلامه که شب و روز خدمت دارن برای اوچه با اون شرط مسلمان باشن ما فرزندای نامسلمان هم داریم غم میتیم اگر هر مادری که ما واقعا بچهش باشیم باید اوتای ما را بالای سر کرده گرده اوچه مون که ما ای همین غلامه را به دنیا آوردیم اگر از اوچه گوه که همینه کارم که همینه بارم نمیکنه
بعد این مردن و به خدرش میرسه دیر میشه. وقتی میمورن میرن کو با او زمان ده چیکار میکنیم؟ حسد میکنیم دیره برادر. او چوره حرمت کنه، او چوره ایزد کنه. زنکای محترم جناب پیغمبر گفتن کو صلوات الله ربی و سلام، اگر بدنی شوهراتان چیرکیم باشه ای زنها، امو لطه ها قدی تازه نکنه، زباناتان قدی تازه کنه، حق داره. چیرکای بدنی شوهرتان گفت چی با؟ برای که از این شوهر شما نعمتی کلان دیده، از 5,500 کیلومتر بیچاره شوهر آمدین شب و روز کار کردین، برای کی کار میکنن؟ برای کی کار میکنن؟ اما اگر با زنی به ایمان باشه، برای همه برادرها، ولی رجال علیهن درجه، چون مرد کار حرمت نمیکنی. خانمای محترم چهار تا پنج تا تولد کردی، بچه ما دختر ما دختراتا شومتی دماد ما ای کی انیو ای پشت اومده بدی یا ای عثمان اومدن، همش ای مرد ای. مرد زن عاطفه داشته، معنی عاطفه همین ای که انا همین کلمه را گفته فردوسی حکیم، زنان را باشد بس این یک هنر، کشینند و زایند شیران نر. زن یه هنر داره گفته، اما شوهرش بالای سر کنه و شیر تولد کنه، این شیر را پاگه خدمت کنه. اما مرد چی داده؟ اینا دا عاطفه داده. مرد خدا چی داده که بده؟ میان تو بنده مرد که اکنه فقره تامین کنه، بازار دا کار کنه، تانه نه تکیش کم تو سر کرده، میگه خدای وظیفه را داده تو، این رتبه را خدا داده، این عزت خدا داده در بالای سری شما که شما شب و روز برای نفقه با یا کار کنی. اجمال نگو که شکم تا سر کرده استم تانه تا خرانده استم، نگو تانه نه تیرا، چی خدا در گردن مونده گره تانه میتی؟ چی با نماز میخونی با طرف خدا زوری میکنی که من نماز تا خونده استم؟ درست نمیکار؟ من روزه تره گرفته استم، درست نمیکار؟ میگه مردکو در گردن تو نه میخرانه میپوشانه مرده مرده نباشه نگیری. میگه زن چی مجبوره برای شما زن گیری؟ گرفته مرده مرده میگه میخرانه میپوشانه. اه ننالی اکمیان تو نه بنده، این فقی خانواده بود برادر عزیز، اگر یکان کم بودی گب باشه بخشیش، این گبی خدا و رسوله سفاره راست گیره تلفن رو خاموش